بینندگان عزیز سلام مجدد خدمت شما، خوشحالم که فرصتی پیش آمد تا با آقای نادر نادری باشیم از پاریس. ایشون هم قبلا مهمان برنامه بودن و ویدیوی قبلی ایشون رو میتونید از کانون آوا، اون صفحه بایگانی یا از وبسایت مردم تیوی ببینید و روی یوتیوب هم اگر بزنید آوا اسوسییشن، همه ویدیوهایی رو که این دوستان پست کردن اونجا میتونید ملاحظه کنید و مشاهده کنید. من ضمن سلام مجدد به آقای نادر نادری و تبریک سال 2014 به ایشون، از ایشون خواهش میکنم در رابطه با این سوالاتی که از آقای رزاقی شد اگر نظری دارن بفرمان، بعد خود ایشون درباره اون کشته شدن آقای مسعود دلیلی که در حمله به اشرف بوده صحبت کنن و ما رو بیشتر آشنا کنن با اون شرایطی که اونجا بوده. آقای نادری به شما خوش آمد میگم، بفرمایید. با سلام خدمت آقای سوری و بینندگان عزیزتون و با تبریک سال نو میلادی به خصوص هموطنان مسلمان و هموطنان و اونچه غیر هموطن تبریک میگم. خوشحالم دوباره در خدمت شما هم، یا بهتر بگم خوشحالم از اینکه باز من فرصتی داریم که به وظیفه انسانی و به وظیفه خودم عمل کنم و در رابطه با ماهیت دیکتاتور، حالا رجوی میخواد باشه غیر رجوی میخواد باشه، به هر حال بتونیم ذره افشاگری کنیم یا بتونیم کمکی کرده باشیم که جوابگوی نسل آینده باشیم. بگیم ما کردیم، شد، حالا حداقل محدود هرچی برحال ما تا یه اندازه تونستیم، امکانمون بود، کردیم. متشکرم. یکی در رابطه با سرنوشت رجبی که از آقای رزاقی سوال کردیم که آقای رزاقی توضیح دادن به میزانی، ولی من نظر خودم این بود که یه مقداری به قول معروف چون وقت محدود بود برای آقای رزاقی، خب خیلی کوتاه چیز کردن اینا، که اینکه واقعا از سرنوشت رجوی بی خبرید یا نمیدونید کجاست واقعا چی. خب یه واقعیته، ببین ترس طبیعت تمام دیکتاتوراست. یعنی اگه نگاه کوتاه بندازیم به تاریخ، ببینید که یک سری کاراکترها و نقاط مشترک دارن با هم دیگه، همه دیکتاتورها، بخصوص دیکتاتورهای مریضی مثل رجوی، که این نقطه مشترک یکیش همین ترسه، همین ترس به خاطر چی میگن جنایت هایی که کردن، خودشون بهتر از همه میدونن که برحال یه روزی خواهد رسید و این ترس رو همیشه دارن، چه از حتی از نزدیکترین اطرافیانشون. ببینیم مثلا سر همین مخفیگاه یا همین غیبت صغرا کبرای به قول معروف آقای رجبی، این یه نقطه مشترکه. نگاه کنیم هیتلر همین مشابه همین بود، مشابه همین رجبی رو داشت، حالا غیبتش نه، ولی عنوان پناهگاه و مخفیگاه، خیلی مخفیگاه پیچیده‌ای داشت و فکر کنم رجبی از بود دست هیتلر خونده بود اینو. قذافی، صدام حسین، استالین، نقطه مشترک دیکتاتورها همیشه به قول من یه نقاط مشترک دارن. این نمونهش من فقط خواستم برای نمونه به عنوان یه فاکت بگم که به هر حال رجوی قبل از هر چیزی ترسوتره، دیکتاتورها ترسوتر از هر کسی دیگه هستن و همیشه هم اول به فکر اینجا هستن. میگم که نمونهش خود استالین بود، قذافی بود، چی میگن صدام حسین داشتیم، خیلی کسای دیگه بود. میگه رجوی واقعا ما از سرنوشتش بیخبریم که آره یه واقعیتیه. الان خیلی نزدیکترین کسای به رجوی هم الان از سرنوشتش بی اطلاعن، اینکه کجا هست، به هر حال شیوه زندگیش الان چجوریه، نحوه زندگیش چجوریه، این یه واقعیتیه. حتی اون موقع هم خب باز ما اطلاعاتی مثلا به اون صورت نداشتیم که رجوی امروز کجاست، فردا کجاست، یه ما دیگه کجاست، یا کجاست رنگ، شاید در حد یک چیزهای کلی مثلا در ذهن خودمون یه تحلیلی میکردیم، ولی این یه واقعیتی، کسی نمیده حتی نزدیکترین کسا، چون دیکتاتور مریضی مثل رجوی مگه عقلش کمه؟ خب از همسنفاش، از نیاکان
قبلیش آقای هیتلر و آقای استالین درس رو گرفته، از صدام و از قذافی درس رو گرفته که به هر حال عاقبت در انتظارش هست. پس بهتره با همین کارهای پیچیده ساختن مخفیگاه ها، بی اطلاع گذاشتن حتی نزدیکان خودش از محل سکونتش، چند روزی ادامه بیشتر به خود ادامه بده. این یکی بود سر این که گفتین از بیخبری رده. خب یه واقعیتیه، دیکتاتوران این نقطه مشترک دارن، همه ترسوان، همه هم به دنبال این که یه جای امنی بیشتر داشته باشن پیدا کن. بعد دو روز زندگی نکبت بارشون واقعا نکبت بارتر از کنیم رجبی نبود نداشتیم. آقای نادر ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم، در رابطه با اون فیلمی که روی اینترنت آمده و اون مخفیگاه رو نشون میده، شما مثلا از اون مخفیگاه خبر داشتید؟ میدونیم که خب این فیلم رو الان جمهوری اسلامی به عنوان تبلیغ نشون میده و خود من بارها گفتم که هر سازمانی به اصطلاح یک قسمتی چیزای یه قسمتی چیزای امنیتی داره، حتی توی ایران هم یه جاهایی رو برای فرمانده ها میذاشتن که اونها مسئول باشن، ولی اون قسمتی رو که اینها نشون دادن با این طول و تفسیری که توضیح میدادن همه چیز الکترونیکی هست و برقی هست و اینا، آیا شما هیچ وقت همچین جایی رو در اشرف دیده بودید؟ اون ندیده بودیم چشم بودیم. آیا سبیم صداتون قطع وصل میشه؟ نه الان صدا خوبه، بفرمایید. ببین به چشم خودمون داخل این نرفته بودیم، یا اینکه حتی همه کس هم نمیتونست اینو دیده باشم. یکی مثل مسعود دلیلی بنه ایشون کامل میدونستن، ولی اینکه ما بدونیم مثلا این داخل اینجوریه اونطوریه به این شکل نه، ولی در کلیت یه چیزایی میدونستیم، چون یک همون محل نزدیک یک سال دو سال پروژه هایی زده بودن که میومدن میرفتن، یعنی بعد هم یه تابلوی به اصطلاح پیمانکاری نمیدونم مشروع آب یعنی تصفیه آب و فلان ایناست اینجا برای ردگم کردن تابلوی که مثلا پیمانکاری و فلان. بعد خب میدیدیم افراد خاص اینجا فقط تردد دارن، افراد معمولی نمیدیدیم، افراد خاصی در اونجا تردد داشتن، مثل همون مسعود دلیلی، مثل افراد رد بالا یا محافظین خود رجبی. گمان میکنم خب برحال یه پناهگاه معمولی شاید، یا نمیدم یه محل استراتگاهی، یه محل نمیدم چیزی باشه، ولی به این شکلی که مثلا به صورت الکترونیک و ضد اتمی و یا به قول آقای رزاقی حرمسرای ضد بمب و ضد اتمی آقای رجبی رو به این صورت خبر نداشتیم. یه واقعیت الان به قول معروف پروفیم آره خبر داشتیم، نه در کلی هم نیستیم اونجا یه چیزی هست. گاهن هم خب بین دوستان با هم صحبت میکردیم، برحال میرسیم همه اکثرا یه دیدگاه یه دیدگاه است، میگن یه چیزی اینجا هست، ولی اینکه بدونیم به این صورت بود الکترونیکی باشه و درهای فلان اینا نه نمیرسیم، یه واقعیتیه. بله بسیار ممنون. به نظر میاد که اگر شما شروع کنید راجع به آقای مسعود دلیلی صحبت کنید یه مقداری از این سوالات هم پاسخ داده میشه. بفرمایید. صداتون قطع وصل میشه آقای استوری، میبخشید. بله اشکالی نداره، وقتی که دوتا بلنگو بازه اینجوری میشه. بفرمایید. من متوجه دقیق سوالتون نشدم. الان چی اگه من صحبت کنم شما متوجه میشید؟ تو وصل میشه بین سه کلمه دو کلمهش گفته میشه. بله خب من دو بار میگم شاید متوجه بشید. لطف کنید راجع به آقای مسعود دلیلی صحبت کنید. مسعود دلیلی. بله ببینید آقای مسعود دلیلی، خب واقعیتش وقتی گفته شد که آقای مسعود دلیلی جدا شده یا به قول سازمان بریده، برای افرادی مثل من و مثل آقای رزاقی یا بچه های دیگه که مثلا مثل ما هستن یه چیز خنده‌دار و مضحکه که مسعود دلیلی جدا بشه از سازمان، بعد به راحتی سازمان بخواد ایشونو مثل بقیه افراد معمولی مثلا سازمان بگه بله بفرمایید برو تو هم هتل. مسئول دلیلی که یک بانک اطلاعاته و یکی از اصلی ترین محافظین مسعود رجبی، اصلا بگم یکم اصلا اینجا شروع کنیم، اصلا مسعود دلیلی کیه، کی بود؟
این مسئول دلیلی یکی از اصلی‌ترین محافظین مریم رجبی و مسعود رجبی، یعنی حفاظت نزدیک، به اصطلاح خودشون میگن حفاظت نزدیک ایشون بود. و در جریان سرکوبایی که مثلا در سطح آقای مثلا مهدی افتخاری یا افراد دیگه، این در سرکوب اینا یکی از افراد جوخه رجبیه، جوخه سر به نیست کردن رجبی، از افراد جوخه بود که رجبی میخواست افراد این رو مثلا مثل رد بالا رو بخوان سر به نیست کنن، بخوان ساکت کنن، بخوان خفه کنن. مسئول دلیلی یکی از محرمترین افراد رجبی بود. یا در داستان زندانان سال 73 یکی از افراد اصلی پروژه بود و در معرض خیلی اطلاعات دیگه هم قرار داشت. یا در قراردادات رجبی باز ایشون اطلاعات زیادی داشت، حتی در بدبستونهای سیاسی و ملاقات ها و خیلی چیزهای دیگه شاید خیلی ها بیخبر بودن. من این مسئول دلیلی یکی از افرادی بود که همیشه در کنار رجبی حضور داشت. یعنی بهتون بگم مسعود دلیلی یک بانک اطلاعات بود. اینکه مثلا بگیم مسعود دلیلی جدا شد، اعلام واردی کرد جدا شد، بعد آقای رجبی هم گفت بله بفرما به راحتی برو، اصلا این همچی چیزی موسیقا خنده داره برا من. یا مثلا مسعود دلیلی فردی بود که جز نفراتی بود که یه سری از بچه ها که موقع جدا می شدن اینا رو می بردن لب مرز ایران و به زور وادار می کردن که به سمت ایران بره. حالا از میدون میر عبور می کرد، حالا کشته می شد، کشته می شد، برای سیاسیشو می بردن، یا نه طرف نمی خواست بره اینو وادار می کردن به سمت ایران بره. مسئول دلیلی فرمانده این تر بود، اونجه تو فرستادن افراد به زور وادار کردن این افراد به سمت ایران رفتن بردن لب مرز. مسعود دلیلی یکی از نفرات اصلی، یعنی فرمانده این گروه بود اینا. پس میگیم نتیجه میگیم آیه سابی مسعود دلیلی نمیتونه یه جدا شده باشه. یعنی من خودم خندم گرفت اصلا روز اول. آخه اولین بار من چیزی رو من گذاشتم سریع توی وبلاگم، توی سایت اینا، چون میدونستم الان سازمان در حال یا سانسور میده قیچیز من مثل خیلی چیزهای دیگه سریع بر میداره که اینو حتی بدون توضیح رو نوشتم، بدون شرح گذاشتم. اینکه بیان مثلا مسعود دلیلی رو اعلام کنید یه فرد جدا شده است و بعدم سازمان به راحتی گذاشته بله به فرمان، خیلی خنده داره، خیلی مستثم میشه جوک، شاید گفت جوک سال بهش گفت که مسعود دلیلی نمیتونست به این صورت باشه. مسعود دلیلی این فرد بود. حالا از این طرف میایم سازمان خیلی ناشیانه وارد شد. مثلا حسن نظام الملکی، یا بهتر بهتون بگم گوبلز آقای رجبی، حسن نظام الملکی به اسم مستعارش نادره، ایشون معروف هم به گوبلز آقای رجبی. میاکشین چند سال پیش موشک اسکات زند حالا رژیم به سمت اشرف، اولین موشک بارونا، ایشون سه تا موشک رو کرد چهار تا موشک. حالا موشک اون عظمت با اون بزرگی رو ستاره رو تبدیل کرد به چهار تا. گوبلز رجبی بود. خیلی به طرز ناشیانه این بار، یعنی سناریوشو نمیدونم چی شده بود، به قول و بلا افتاده، خیلی ناشیانه این دفعه وارد شد. اومد در فیلم اول که اصلا بس مسعود دلیلی نیست. شما اگه به فیلم نگاه کنین، تو فیلم اول میان به اسم میخوان حمله اون برشف اون کشتار 52 نفر رو به اصطلاح به تصویر بکشن، اصلا بحثشون مسعود دلیلی نیست. و توی نقطه میاد میگه اینجا یکی از مزدوراست که کشته شده جا مونده، کشته شده جا مونده. ببینیم کشته شده جا مونده، حالا کجا، جایی که ایشون کشته شده، جایی که همه میرن بعضی از جسدها رو توی جای پستو اصلا پیدا کردن پیدا بود. حالا این توی محلی کشته شده افتاده بود که اصلا بعید میدونم یک دقیقه هم از دید کسی پنهان مونده باشه. ببخشید با چه اسلحه کشته شده؟ مگه مجاهدین اسلحه داشتن؟
میبخشین اصلا صداتون قطع آقای صحابی، صدای خیلی قطع وصلی است. بله فکر کنم اونجا بلنگوی شما بلنگویی که باید بشنوید درست نیست. در اصل من سوالم اینه که اگه آقای مسعود دلیلی جزء اونایی بوده که حمله کرده به کمپ اشرف، بعد کمپ اشرف مگه اینها اسلحه داشتن که ایشون رو کشتن؟ ببینید من توضیح بدم، اینجا میگم که توی فیلم اول اصلا بحثشون مسعود دلیلی نبود، میخواستم بگم که ما داریم مثلا حمله ای که 52 نفر کشته شده رو میخواییم به تصویر بکشنیم، تصویری بکشن. اینجا میرسه بالای سر جسد مسعود دلیلی، میگه جسد یکی از مزدوراست که کشته شده و جا مونده، یعنی بی اطلاع از این که بدونن این مسعود دلیلیه. میخوام بگم که ما اطلاع نمیم مسعود دلیلیه. حالا تو فیلم دوم حسن نظام ملکی باز میاد بالای سر همون جسد، میگه که بله ما فهمیدیم این فرد یکی از خائنینه. ببین فیلم اول میگه که یکی از مزدورات که کشته شده به جا مونده و فوشها و کلماتی چی میگن فوش و میگم ناسزاگوهای رکیک که به اصطلاح به این فرد میزنن، سازمان فقط در رابطه با افراد جدا شده میزنه این فوشها رو، چون میدونن این فوشا توی عراق اونم در رابطه با یک مرده حساسیت خیلی بالایی داره، یعنی حواسشون هست اینجا اون فوشا رو میدن تو عراق. حتی خیلی از دوستان چی میگن حامیان خودشون هم احتمالا یخش رو میگن چرا این فوشا رو به اون مرده دادید، این فوشایی به کار میبرن که بر علیه جدا شده ها به کار میبره حسن نظام ملکی. روز دوم میاد بالا سر جسد میگه بله این مزدور فردی به نام رسول یا همون به اصطلاح مسعود دلیلی که بعد از خیانت و بریده شدن جدا شدن و بریده شدن میره با رژیم همکاری میکنه در هتل فلان فلان، بعد با نیروهای مهاجم میاد به این عملیات 52 نفر که کشته شدن با راهنمای ایشون انجام میگیره. دقت کنین میگه ما فهمیدیم الان، در صورتی که مسعود دلیلی این فرد آدم ناشناخته نبود، یک علائم مشخصه‌ای داشت که حسن نظام‌الملک که 24 ساله در کنار هم بودن همکار بودن این همیشه میدیده، ما که سالی یک بار شاید دو سال یک بار مسعود دلیلی میدیدیم این علائم مشخصه رو میدیدیم. یک پای چپ ایشون کوتاست و آثار زخمی بودن روش هست، دو سمت شونه چپش جای ترکشه که بعد از جراحی هم این جراحی شده جای بطن جراحی هست مشخصه، روی دست راست ایشون باطش جای سوختگی و اصابت ترکشه که مشخصه. اگه نگاه کنید به صورت، صورت جسخاره نشده که مثلا بگیم سیاه شده و متلاشی شده چی میگن بکنم معروف شناخته نشده. منی که بعد از سالها دیدم دوباره خب میدونستم این مسئول دلیلیه. حالا از کجا میدونستم؟ سری من اون اطلاعیه رو زدم قبل از اینکه سال من فیلم بذاره، من اینو زدم که مسئول دلیلیه و چیزو گذاشتم روی وبلاگم گذاشتم و تو ایران اینترلیک هم مثلا در شد. اینا صورت فقط سفید شده بود، انگار مثلا یک سوختگی ملایم شده و تاول زده و مثلا پوست کنده شده. قالب نشون دادن مسعود دلیلی کاملا مشخص بود مسعود دلیلیه و جدا از اون علائم مشخصه که روی بدن بود. پس اینجا گوبلز رجبی یعنی اصلا نظام میخواد صحنه سازی کنه، در صورتی که خیلی از بچه های جدا شده الان واقعا دستمون همینه، واقعا این کور بود یا مثلا کل سازمان واقعا اینو نمیشناختن، یه دروغ بود، یه دروغ بزرگ بود. حالا در کنار ایشون یه مقدار پول میریزن. من اینم در اون حینی که کشته شده مسعود دلیلی دست برده تو جیبش پولاش در آورده بشماره برای اسرائیل، برای کی؟ که مثلا یه مقدار پول ایرانی کنارش، حالا به قول یک از دوستان حساب کردیم شاید مثلا کرایه یک تاکسی و یک ساندویچ بیشتر نبود، 200 تومانی 1000 تومانی اینا. اینکه مثلا پولا از جیبش در آورده مسئله کنارش افتاده
برای چرا تو این بادی که باعث میشد صدای کسی که توی میکروفون مثلا صحبت میکرد صدای ایشون قطع میشد بر اثر باد، ولی این پولا تکون نمیخورن، هیچ برق کاغذ تکون نمیخورد. یا کفش، ولی بعد از این دو سال که ایشون جدا شده رفته یا یک سال نیم یا هرچی، هنوز اون کفشای پاشه که در لیبرتی الان پای همه هست. اینجا ناشیانه سازمان وارد شد، بعدم ما اصلا بگیریم مسئول دلیل بعد جدا شده فلان، چه نیازیه که مثلا مسئول دلیل رو با خودشون بیارن؟ وجب به وجب به صلاح اون قرارگاه اشرف سابق چی میگن خدا عراقی ها میرن دیگه، برحال هم نقشه هواییشو دارن، هم الان دنیا اینقدر پیشرفت کرده سانتیمتر به سانتیمتر چیزاشو دارن، هم قبل از مسئول چی میگن دلیلی خیلی افراد رفتن و به قول معروف اطلاعات دادن، میگه خود عراقی ها چه نیازی مسئول دلیلی بیارن که مثلا تو این نقطه حالا بگیم مثلا اون پرنگاه زیر زمینی. ولی برحال با ریابا با نمیدم دستگاهی به نام ما بهشون میگفتیم راضیه، خیلی راحت میشه پیدا کرد که به اصطلاح اینجا یه چیزای ساختمونای زیر زمین هست، چون نیازی نیست. خیلی از افسرهای عراقی قبلا کار میکردن استخباراتی که الان هم برای دولت عراق کار میکردن باز میتونن اینا رو کمک کنن. اینکه بیان با خودشون یک سند هم به اسم مسعود دلیلی بردارن بیارن راهنما، بعد اینا مجبور بشن مسعود دلیلی رو بکشن، صورتش بسوزونن و از اونجا خارج بشن. دولت عراق میتونست از این استفاده سیاسی زیادی بکنه، تا اینکه بیاره به عنوان راهنما بیاره بر اون تواجه مثلا 52 نفر کشته شده. خب باشه مثلا دلیلی همه چیزا رو میده آقا نقطه به نقطه در اینجاست فلان، فقط کافیه یه در رو بگه، فقط کافیه تا 50 متری یک در رو مثلا به ایشون نشون بده یا یکی از ورودی یا خروجی ها. خب چرا بیان اینجوری بسوزن مسئول دلیلی؟ میان مسئول دلیلی رو میاره توی تلویزیون به لحاظ تبلیغاتی و سیاسی برد بیشتری داره، اگه دولت عراق میخواست این کار بکنه و از این استفاده بکنه میورد در تلویزیون داد و بدبستنای صدام با رجوی رو میگو، بدبستنای سرکوبای جنایت های رجوی رو میگو، یا خیلی از چیزها رو میتونست بگه. پس چرا بیاد اینجا خرجش کنه؟ ولی داستان واقعیت چیه؟ اینکه مسعود دلیلی مشخصا توسط خود سازمان مجاهدین و به دستور شخص مسعود رجوی کشته شد. یعنی الان شاید بگم 95% از بچه های جدا شده به راحتی، چون از چیز اونها بقول من با فرهنگ و با شیوه های کار و با نحوه های سربنیز کردن این چیزا آشناییم و جست و گریخی یه چیزای دیدیم یه چیزای شنیدیم، به راحتی میتونیم بیام سوگند بکنیم که ایشون توسط سازمان خودش کشته شده. یعنی واقعا حسن رضوان ملکی وقتی میگفت که این جسد یکی از مزدوران مهاجم فلان فلان شده که اون پوشا فقط در رابطه با جدا شده به اصطلاح به کار برده میشه فلان شده اینجا جا مونده، حالا تو خیابونی که در معرض دیده همه هست، بعد حالا کشته عراقی باشه بعد عراقی اینو جا بذارن ببرن. خب همه اونا به اصطلاح مهاجم بودن، حمله کردن، طرف مقابل ضربه خورده تو گوشه رینگه، اینکه بگیم من مثلا مجاهدین هم الان برداشتن میگم درک میشنم فلان شدن بعد اینا نتونستن جنازه رو ببرن تو صحنه جا مونده، نه این توی چیزی نمیشه، جنازه یه روز بعدش تازه میگه پیدا شده. این در رابطه با مسعود دلیلی. اینکه مثلا واقعا میگم یه چیز خنده‌دار و مضحک که بگیم مثلا دلیلی جدا شده و سازمان به راحتی گفته بفرما برو، مگه میشه همچین چیزی؟ مگه همچین چیزی امکان داره؟ مسعود دلیلی این سوالی چیزی داری نهای سوری میتونی در خدمتم؟ نه من ممنونم از شما، فقط این آقای دلیلی مگر وقتی جدا شده تاریخ مشخصی نیست که این کی جدا شده از سازمان مجاهدین؟
حالا دقیقا فکر کنم یک سال و نیم پیش بوده، تو هم حضور ذهن ندارم تاریخ دقیقشون. بعد یه جابجایی صورت گرفته دوباره، مثلا از اون هتلی که بوده پیش حتی دوستان جدا شده که الان تو اروپا هم هستن بوده. پس این پس این به ایران نرفته بوده، دوستان هم بود که به هر حال مشکوک بودن بهش، تلفن‌های مکرر و بعدم که رفته به جای دیگه. حالا از اونجا دیگه نه دولت عراق و نه این دوستان که جدا شدن که مثلا توی بغداد بودن از ایشون هیچ خبری نداشتن. مسعود دلیلی رد پاک کنه، یعنی نظر خودمو میگم، شاید به قول معروف اینجوری نباشه یا کم و کاسی چیزی، من نظر خودم، مسئول دلیلی برای رد گم کردن، پاک کردن رد رجوی در عراق بود، یا عراق یا هر جای دیگه، نمیدونم شاید جای دیگه، ولی معمولیتش پاک کردن رد رجوی بود. و اگه کسی غیر از به قول معروف مسئول دلیلی فرستاده میشد و این حرفایی رو که باید سناریو شده بود از سازمان که مثلا گفته میشد مثلا به دولت عراق، حالا بگیم دولت عراق با ایران هم همکاری امنیتی داره فلان اینا، و میتونست معتبر باشه، قید از مسئول دلیل نمیتونست کسی دیگر سازمان برای این کار، یعنی در اصل بگیم یک فدایی بودی، برای عملیات فدایی رفته بود. اینکه مثلا اگه فردی در رده تشکیلاتی من یا مثل من بود و میرفت و این حرفا رو میزدیم، محال بود شاید یک درصد از یک در هزار یکی از حرفای من رو قبول میکرد و صحت داشت. ولی کسی مثل مسعود دلیلی باید میرفت و این سیناریو رو انجام میداد، چون شناخته شده بود مسعود دلیلی کیه، بارها در تلویزیون در نشستان در نمیرم برنامه تلویزیونی نمیرم همراه مسئول دلیلی دیده شده بود و این سندی بود که برای به اصطلاح اثبات و موثق بودن اطلاعاتی که مسئول دلیلی میده، و این اطلاعات سناریو شده و مهندسی شده ای بود از طرف سازمان، و مسئول دلیلی باید برای پاک کردن رد و یک سری اطلاعات مسئول رجبی این کارو میکرد. که به هر حال حالا بعدش توی داستان هتل دوم که میره بعد ناپدید میشه، دولت عراق هم حتی سراغشون میگیرن اینو. خب اگه نگاه کنیم خود سازمان مجاهدین به دلیل حساسیت مسعود دلیلی توی معرفی ایشون به اف بی آی و دولت آمریکا که اون موقع کارتای آیدی به ما دادن، اسم جعلی برای ایشون در نظر گرفته شده، به اسم اصلی و هویت واقعی ایشون کارت اون چیز مال قانون همون اشغال اینا تحت حفاظت دولت آمریکا و ارتش آمریکا برای ایشون به اسم اصلی نگرفتن، با اسم جعلی و هویت جعلی برای ایشون گرفتن. یعنی مسئول دلیلی آدم کمی نبود، مثلا بخوام بگم یک فرد بود، خب جدا شد تموم شد، بلاز انسانیش نمیگم ولی بلاز رده تشکیلاتی توی سازمان و موضع تشکیلاتیش خب نمیشه، اصلا یه باور کردنی نیست مسعود دلیلی جدا بشه سازمان. میگم بفرما برو، خنده داره. مسعود دلیلی برای یک سناریو مهندسی شده ای بود برای پاک کردن رد مسعود رجوی و یک سری اطلاعات دیگه که به هر حال معلوم بود از طریق مثلا دوستانی دیگه که حالا دوستان مترجم دوستانی دیگه بودن یا ردهای تشکیلاتی بالاتری مثل زنهای شورای رهبری. خب چون اصلا این اطلاعات هم این دوستان نداره باشن یا مثلا درز نکرده باشه، ولی رجعی مجبور بود برای این کار بیاد از این شیوه مسعود دلیلی رو فدایی این کار بکنه. این مسعود دلیلی به عنوان یک عملیات فدایی برای رهبر عقیدتیش این کار کرد. حالا بعد از بین برده میشه اینا که حالا زمان که بگذره خیلی چیزا به قول معروف روشن‌تر میشه، واضح‌تر میشه و بیشتر میفهمیم از این داستان مسعود دلیلی.
یه نکته بود که از یک از سایت خود سازمان در آورده بودم. اینا الان پیدا نکردم اینا، ولی خب میتونم اون سند به سلام میتونست یک نظری دیگر رو بگه که مسعود دلیلی و داستان مسعود دلیلی به عنوان یک شلوغکاری دیگه بود که بخوان از جای دیگه یک کار دیگه بکنن. تو کارهای اینجوری نظامی اینا از این کارها زیاد میدن، یه جای رو شلوغ میکنن ولی عمل اصلیشون رو از جای دیگه به اصطلاح انجام میدن. این سه همه توجه رو به اون سمت که شلوغه متوجه میشه ولی از جای دیگه کارشون رو میکنن. و میتونست این بازم برای فرار یا به اصطلاح همون چیزی که میشم سناریو که میگم مهندسی شده بود برای این بتونه باشه. الان متاسفانه نتونستم پیدا کنم تو چیزام. آقای نظری شما بله. یه مقداری لطف کنید درباره با این اتصال قضا آقای رضایی صحبت کردن و گفتن که کاملا یک حرکت بیهوده‌ای بوده و خودشون هم مجبور شدن که به اصطلاح متوقفش کنن. در اون رابطه و در رابطه با این بحث مؤسسان پنجم در لیبرتی، این چیه؟ این روی مقداری توضیح بفرمایید. بله اتفاقا خودم میخواستم سریع این موضوع به سوی اشاره بکنم. یکی سر اینکه به هر حال مؤسسان پنجم یک بحثی بود، رجوی اومد هر سال و هر بار یک سری تعهدا میگیره. رجوی یه تعهدایی میگه تحت یه اسمی، یک برام دست میگه تو جیبش یه اسمی برای این چیزا در میاره، حوز نمیدونم استخ نمیدونم یکی بند دار بند فیر یه چیزی در میاره. مؤسسان پنجم به معنای این بود، یعنی بخوام اگه خیلی زبان ساده بگم که دوستانمونم به اصطلاح متوجه بشن چون یه سری اصطلاحات هست شاید متوجه نشن، یعنی این که توی مراحل قبلی رجوی دیده که مثلا فایده نداره دیگه، ارتش آزادراه باید منحل بشه، با این شیوه نمیشه، ارتش آزادراه باید منحل. این به اصطلاح در ذهنه ها، چیزی در ذهنه. بعد میگه من میخوام دوباره ارتش آزادی بخش رو دوباره تأسیس کنم، اون ارتشی که الان بوده تمام شد اصلا پاشیده شد، من میخوام دوباره تأسیس کنم، هر کی میخواد باشه بیاد امضا کنه به عنوان مؤسسان پنجم. شرایط اینه اینه اینه، این تعهد رو باید بدی به عنوان مؤسسان ارتش آزادی بخش مؤسسان پنجم دوباره ثبت نام کنی و وارد ارتش بشی. خب تو اون برای این که بتونه این امضاها رو جمع کنه و این تعهدنامه ها رو جمع کنه و از افراد امضا بگیره که تعهد بدن، حالا شاید بشه قانونی نداشته باشه ولی آدم تو رو درباسی یه چیزی قرار میده دیگه، حالا بعضی حتی با خون امضا میکنن اینا، برای این کار هم میکنن. رجبی توی همین نشست مؤسسان پنجم وعده میده که من با این مؤسسان پنجم تا این زمان اگه نمیدونم یک سال میگه شیش ماه میگه دقیق نمیدونم، اگه رژیم رو سرنگون نکردم منو دار بزنید. این میگه من به شما امضا میدم منو دار بزنید، اعدام کنید. حالا یه سری تحلیل های سیاسی میاره و بنده طبق معمول یه سری تابلوها میکشه و اینجوریه فلانه و به این دلیل من میگم تا فلان تاریخ رژیم رو چکار میکنم؟ سرنگون میکنم و اینقدر مطمئن هستم از این خط خطوط استراتژیک و سیاسی که به شما امضا میدم و تعهد میدم اگه این کار رو نکردم شما به عنوان خیانتکار منو دار بزنید. حالا اون همه وعد و وعید رو که داده، تحلیلایی که داده و تعهدی که داده و این آدم ها مؤسسان پنجم هم پاس موندن تا اون تاریخی که اون گفته و هر کاریم که ایشون گفته کردن، پایداری استقامت میدم اشرف بماند و فلان اینا. برحال
رجبی تو این نقطه، خب این که میگه دار بزنید، حالا شاید نهان دار بزنم، بگید توی دنیای چیز برمان دیگه اون قب رجبی ریخته میشه، بیعتباریشه، بیعتبار میشه، از مؤسسان پنجم بیعتبار میشه. یه نقطه این داستان مؤسسان پنجم داشته باشیم. اینجا میام سر اعتصاب قضا، سر اعتصاب قضایی که هدفش آزادیه، هفتن از به قول خودشون افرادیه که در اون تهاجم به اسارت گرفته شده بدون نتیجه و بدون حاصل یه اعتصاب قضا رو میشکنن. خب پشت سرم این بیعتباری پشت بیعتباری، بیعتباری پشت بیعتباری، و داستان مسعود دلیلی هم پشتش میاد، بدتر بیعتباری. شاید بگم اگر رجعی با پنج سیلی به قول معروف دفترش برای همیشه بسته میشد، یکی از سیلیاش همین داستان مسعود دلیلی و اعتصاب قضا بود. رجعی الان بانبانه یک فرد بیعتبار توی از آره واقعا هم گیر افتادن. خب کوره راه هایی مثلا دیده میشه سریع میپرن میرن آدم ها. حالا از یه طرف این داستانه، بعد موضوعی که میاد که مثلا رجبی به قول معروف سر این که نتونست خط و خطوط سیاسیشو پیش ببره و اون اثباتی که مثلا آیا من تا فلان روز چیز میکنم تا این تاریخ سرنگون میکنم من رو دار بزنید، از یک طرف اعضا همون اسرایی که توی لیبرتی یا هر جای دیگه اصلا توی چنگال سازمانن، چه بخوام قبول کنیم چه بخوام قبول نکنیم، اینا بعد از سالها چیزی که رجوی جلوش گرفته بود ارتباط با دنیای بیرون شکسته شده، در معرض ارگانهای بین المللی و حقوق بشری قرار گرفتن، یکم ذهن باز شده، افراد الان به حق و حقوق خودشون مقداری ولو اینکه محدود آشنا شدن، اینا آشنا شدن، حالا میگم در حد محدود ها، ولی رجوی سالها با اون سیستم چی میگن اکتاپوسیش که چیز کرده بود، اینا اون چیز تشکیلاتی ارتباط با دنیا خارج و اینکه افراد بدونن اینکه حق و حقوقشون چیه، آزادی فردیشون چیه، فلان چیه، سالها بود که اینو جلوش بسته بود رجعی، ولی حالا این افراد در معرض قرار گرفتن و الان حق و حقوق خودشون رو میدونن، میگم شاید کم ولی الان یه حق و حقوق به اصطلاح مسلط شدن. رجعی تو این نقطه باید بترسه، بیشتر از همیشه پنهان باشه، قبل از هر چیز باید بیاد به اعضا باور کنید. رجبی الان ترسش از این نیست رژیم شاید روش عمل کنه، یا نمیدونم عراقی ها روش عملیاتی بکنن یا مثلا بدزدن یا چیزی، قبل از هر چیزی ترس از اعضای اصلیه که در چنگال خودشه و بیشتر از همیشه مخفی خواهد شد. این که الان بگیم که رجبی نمیدونم اعضای که اونجا هن آره شکسته، اون رجبی شکسته اون شد، این رجبی که باید میبود تا اون موقع شکست تموم شد، اون اعتبار نداره، و این از این طرف رجبی ترسی که الان از اعضا داره باور کنید از رژیم ایران نداره، از نمیرم گروهی که بخواد اینو به اصطلاح مثلا عملیات کنه روش نمیرم کاری بکنه، نه اصلا سر این موضوع ترسی الان بیشترین ترس یک بیعتبار شدن چون خوب خوب فهمید رجبی، و یکی هم این که ترس یکی یکیش الان از اعضاست. خب شکسته شد اون رجبی، شکسته شد تموم شد، به نوعی باید بگیم پروندهش بسته شد دیگه رجبی، از این بابت و از بابت این که به قول معروف اون اعتباری که داشت، اون قوتی که داشت، اون نمیدونم کشک و پوشالایی که به اصطلاح سر هم میکرد به خود افراد میداد، اینا تموم شد. سوالی چیزی داریم آیه میان؟ چقدر وقت دارم؟ بلی خیلی ممنون. بله حدود یه 10 دقیقه وقت داری بفرم. یه سوالی دیگه کردین از آقای رزاقی که توضیح دارن اینا
دیگه من یادش کن. چرا مثلا از خوبی های مجاهدین نمیگین؟ مثلا همش از مجاهدین میگین، از رژیم ایران نمیگین، نمیدونم هرچی. حالا من میگم چرا خود مجاهدین بیارم تو همین تلویزیون به مردم از مثبتات خودشون بگن، از خوبی های خودشون بگن، بیان اینجا از خوبی خودشون بیان بگن. ولی چرا ما مثلا شما سوالی کردن یا همون دوستان که کردن از خوبی های مجاهدین؟ ببین وقتی میخوان خوبی از فردی یا حزبی یا ارگان یا هر چیزی اصلا شیعی رو بگیم، خب به عقاید و به اصول این فرد یا مثلا این حزب یا ارگان نگاه میکنیم و اعتقاد و ایمانش و پایبندیش به اون اصول و عقاید. خب ما مثلا اون اولا میگفتیم سازمان آزادی خواه، حقوق بشری، میان پرست، فلان، خب همه این چیزا میرفتیم میگفتیم هست، ما هر جا میرفتیم تعریف میکردیم میگفتیم هست، خوبه، این مثبتات داره. ولی وقتی ما سالها اونجا بودیم و رضایی گفتن چیزی ندیدیم، برعکس اینا رو دیدیم، میان پرستی که به راحتی اصلا پاساج میان فروشی داشت، این چیزی که تو عراق میدیدیم، تو برنامه بعدی میان فروشی اینا رو خواهیم گفت، از جاسوسی هاشون، از چیزهای دیگه توی دنیای سیاست توی اروپا هم که به وضوع همه داریم میبینیم. خب اون چیزهایی که ما به عنوان یک اصول و به عنوان مثبتات و خوبی های مجاهدین میشناختیم و میگفتیم دارن و خودیم نیست، فقط تو دنیای تبلیغات شنیدیم، برعکس این دیدیم، میان فروش، ضد بشر، دیکتاتوری، زندان، شکنجه. واقعا زندان شکنجه ای که من توی مجاهدین دیدم، نشنیدم از زندانی های دیگه، ندیدم که مثلا این شکنجه ها و این نوع زندانی. این که گفتم برای یه چیز مثبت باید ببینم داشته باشه. آخه ایشون اون اصول و اعتقاد در اون ایدئولوژی که داشت برعکس اون میدیدیم، دیکتاتوری ها داره، شکنجه ها رو داره. بعدم سالها مجاهدین تبلیغ کردن و خودشون رو ناخدای آزادی میدونن، این رجعی خودشون ناخدای آزادی، اصلا پایبند به اصول و چی میگن مدافع حقوق بشر مطلق میدونه، این شکلی که به قول معروف دیگه برای هر اینه و مردم نمیدونن واقعا، چون در بسته بوده کسی نمیدید، از بیرون تبلیغات میدید. حالا سر رژیم ایران، آقا اینقدر امکانات هست مردم از ماهیت این رژیم بدونن، این سالها شده هزار امکان هست که شما به ماهیت ها حتی به داخل درونی ترین زندان های رژیم ایران بری بدین چه خبره. خب دیگه نیاز نیست من بیام چیز کنم. از یه طرف رجعی میاد خودش ناخدای به قول آزادی و بعد مدافع حقوق بشر دموکراتی. من الان وظیفم اینه دوباره یکی دیگه نره تو ما رجعی، من وظیفم در مقابل مردم کشورم و نسل آینده اینه که دیگه ندارم کسی بره تو ماه نگاش کنی. البته هرچم رجبی به ماه هم اکتفا نمی کنه، احتمالا میگه تو خورشید ببینیدش. الان وظیفه من اینه که ندارم رجبی تو ماه دیده بشه برای نسلهای بعدی. این که رژیم هم و مجامع حقوق بشری هستن، ها بخوای کتاب هست در رابطه با رژیم ایران، الان هم میشه به راحتی رفت توی درونی ترین چیزهایی که از رژیم ایران میخوایی. ولی اینجا رجبی، یعنی من باید جلوی رجبی رو بگیرم که دوباره تاریخ تکرار نشه. وظیفه خودم میبینم در قبال همین نسل، هم نسلهای آینده، که تاریخ دوباره تکرار نشه. سربی مردم بدونن این رجبی که میگه این این رجبی، نه اون رجبی که ازش میگن. اصلا برگردیم به این، چرا شما میگین سوال دوباره کردیم که خب افراد
فلان مثلا با این وجود توی آلبانی جدا نشدن، نمیدونم فلان نه اینطوری نیست، خیلی جدا شدن از آلبانی. حالا ما نمیدونم آمار دقیق بهتون بگم، ولی هر کسی اومد، یعنی از افرادی که غیر وابستای خود رجوی بودن و مأموریتا اومدن برای همون کنترل بسلار کنترل و شکلی تشکیلات در آلبانی، به جز اونا همه جدا شدن، این هر که دنبال زندگیشه. شما نگاه کنیم، اولین کوره رایی که بود همون دوران کیف، هزار صد نفر یک دفعه جدا شد، صد بالای تشکیلاتی توی آلبانی. تا اولین کوره را دیده شد باز افراد جدا شدن رفتن. من میخوام اینه بگم که آقای رجبی یا خانم رجبی اصلا دستگاه سازمان مجاهدین همیشه میگه آقا این افراد 95-98% افرادی که جدا شدن تبلیغات اینه، آقا اینا رفتن به سمت رژیم، آقا رفتن موضوع رژیم شدن، آقا چرا از رژیم نمیگن، آقا به سمت رژیم رفتن. راستی من باید این سوال از آقای رجعی بکنم، چرا راستی 95% افرادی که میگفتی گوهران بیبدیل ایدولوژی مجاهدی دارن و لمیرتابو یعنی غیر قابل برگه است، راستی چرا به سمت رژیم رفتن؟ ما فرض بگیریم واقعیت یا دروغ رژیم اون چیزایی که تو میگفتی نیست، یا ایدولوژی رژیم و عملکردهای رژیم بهتر از توه، یا رژیم تغییر کرده اصلاحات شده چنین یه آزادی هایی توش در قرار گرفته، چیزایی که تو میگفتی دروغه و چی میگن زندان و شکنجه هایی که میگفتی فلان همین را دروغه، یا اینکه تو دیکتاتورتر از رژیم هستی آقای رجبی، غیر دموکراتیک تر از رژیم هستی که افراد علی‌رغم اینکه 30 سال در معرض تبلیغات تو بودن و در معرض تبلیغات رژیم ایران نبودن، ولی به راحتی به سمت رژیم ایران میرن، از تو فرار میکنن. خیلی از سازمان‌ها، ارگان‌ها، حزبای دیگه هست، خیلی افراد ازشون جدا میشه. چرا یک نفر نمیاد مثل همین بچه های جدا شده خودمون در رابطه با اون سازمان ارگان شرکای فدایی هستن، حزب دموکرات هست، حزب کمونه هست، اینا هر کدوم جدا شدن، هیچ کدوم نیومدن هنوز توی یکی از این مقاله هایی بنویسن چیزی علی اون سازمانشون، حزبشون چیزی بنویسن. ولی هر کی از رژیم ایران چیزی مدن میکنم، از مجاهدین، از رجبی جدا میشه، ناخودآگاه اصلا اتوماتیکوار خودش وزیده خودش میدونه علیه این سازمان، علیه این فرقه افشاگری کنه. باید بگن رجبی شما بیان جواب بدین چرا افرادی که 30 سال زیر تبلیغات خود مستقیم بوده، رژیم هیچ تبلیغاتی اونجا نداشت، یه کانال تلویزیونی نمیرن، یه روزنامه این چیزی باشه، مثلا بگیم خب شاید تزیادون بوده، ولی تا یه مقدار آزادی میبینن به سمت رژیم ایران میرن. چرا؟ اون باید جواب بده، نه ما جواب بدیم. اینو هم وقت دارم یکی دو دقیقه دیگه یا نه؟ یه دقیقه دیگه اگه لطف کنید صحبت کنید فرمون میشه. یکم سر جنگ مسلحانه بود که آقای لذاقی هم توضیح دادن، میخواست این نکته هم اشاره کنم. این جنگ مسلحانه یک ایدولوژیه، از یه سری عمل کرتا، اصول، عقاید میاد یک چیز تشکیل میده که جنگ مسلحانه بهش ایمان و اعتقاد پیدا میکنه. جنگ مسلحانه یک ابزار، یک سلاح نیست که بگیم این جنگ مسلحانه. خیلی از افراد هستن شکارچین جنگ مسلحانه نمیکنن، تفنگ دستشونه. خیلی باید به همه بچه‌هایی که کوچیک اسباب بازی تفنگ دارن بگیم خب اینا هم جنگ مسلحانه، طرف جنگ مسلحانه. یک ایدئولوژیه و روی این ایدئولوژی 30 سال کار شده. رجبی نمیتونه بگه جنگ مسلحانه را کنار گذاشتیم فلان. آره سلاح رو مجبور بود تحویل بده، مجبورش کردن تحویل بده، ولی این ایدئولوژی است. شما ها چی؟ باور شما به جنگ مسلحانه هنوز هست یا نه؟ ببین دنیا باور ما،
خود شما، باور خود شما شخصی. نمیشه دیگه. چرا دنیا عوض شده؟ دنیا به سمت ارتباطاته، دنیایی که میشه بدون خونریزی حرفتو زد، بدون خونریزی چی میگن اون چیزی که میخوای پیش ببری، تبلیغتو بکنی، خلاصه چیه میتونی انجام بدی. که جنگ مسلمان تموم شده، زمان از فروپاشی شوروی به این بر تموم شد. جنگ مسلمان دنیا، دنیا ارتباطاته، با علمی ترین شکل ها میشه انقلاب کرد. انقلاب با شکل علمیش میشه انقلاب کرد دیگه. توی مصر با یه لپتاپ و یک آقای جوونی که کار به اصطلاح کامپیوتری انجام میداد، اون انقلاب و ماجرا شد. آقای نادری از شما بسیار ممنونم، مجدداً برای شما و خانواده گرامی شما سال خوبی آرزو میکنم. امیدوارم در سایل آینده شما رو بیشتر داشته باشیم. ضمناً من در خرم‌آباد خدمت کردم. بله خیلی ممنون، همچنین به شما هم تبریک میگم و به بینندگان عزیزتون. متشکرم از وقتی که دادی بهمون. والا برای خودمونم خوبه بله. چی میگن آرامش برای ما، وقتی میتونیم این آزادی داریم حرفمون رو بزنیم. و این امکانم شما واقعا زحمت کشیدیم. بازم مثل آقای رزاقی تشکر کردم. منم وضعی خودم اینم که توی نجاتون افلاد توی این داستان اعتصاب غذا و یک چی میگن کشتار دست جمعی که رجوی مهندسی کرده بود اینا، از شما تشکر کنم. شما سهم خیلی بزرگی داشتین در این به قول مرد نجات این دوستان و واقعا باید از شما تشکر کنم. من ممنونم از شما، متشکرم. با امید دیدارتون در برنامه های آینده. با امید دیدار بعدی. خدا نگهدار. دوستان عزیز ممنون از یکایی که این دوستان و میبینید که اینها راضی هستن به همین که با این صحبتاشون امکان این پیش میاد که دیگران راهی رو که اینها باور دارن اشتباه بوده رفتن دیگران نرن. اگر من به شما بگم که در حین این که این دوستان صحبت میکردن، من با سازمان مجاهدین، یعنی در همین فاصله 2 ساعتی که این دوستان با ما بودن، با سازمان مجاهدین تماس گرفتم، براشون ایمیل فرستادم، ازشون خواستم که بیان نظراتشون رو بگن، ولی شما خودتون شاهد هستید که همچین اتفاقی نیفتاده تا کنون. اینها سازمان رو به یک فرقه تبدیل کردن، داخلی صحبت میکنن، تلویزیون خودشون رو دارن. و اگر افرادی هم مثل آقای حسن دایی میان صحبت میکنن، اینها هم مجبور میشن بگن که مجاهد نیستن. و دیروز بود یه ویدیوی رو از ایشون میدیدم، باور کنید من اینجا نمیدونستم که بخندم یا گریه کنم به حال این افراد که ایشون تازه حالا فهمیده که آمریکا و ملاهای ایران با هم هستن. میگم دوست عزیز، اینو که ما خیلی وقت داریم به شما میگیم، همه منابع خبری دنیا از دیدارهای مخفیانه و آشکار اینها صحبت میکنن. شما چرا دوزاریتون دیر میفته؟ ولی خب جایی که شطور بود به قاز هر قیمت واقعی ندارد. وقتی که آقای رجوی و خانم مریم رجوی اونها اینجوری تصمیم میگیرن، چه انتظاری از آقای حسن دایی الاسلام داریم که اینجا نشستن و بالاخره ایشون هم از یه جایی درآمد داره، حقوق میگیرن و این ویدیوها رو درست میکنن. من مجددا از شماها ممنونم که به این برنامه ها توجه میکنید. این برنامه تا 1-2 ساعت دیگه فرستاده میشه برای دوستان در کانون آوا و اونها هم زحمت میکشن، اونها رو خیلی منظم روی بایگانیشون میذارن. ضمن اینکه بایگانی اونها از طریق تلویزیون مردم هم قابل دسترسی بوده و هست. و اگر شما هم حرفی دارید، صحبتی دارید، چه در رابطه با سازمان مجاهدین و چه سازمان‌های دیگه، ما گفتیم که تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم. شما هم اگر فکر میکنید که مردمی هستید، تشریف بیارید و صحبت کنید. چند دقیقه دیگه در برنامه سربی با مردم با هم خواهیم بود. مرسی.